بیرون دوره میدیدو من از چهار را کالج اومدم فردوسی حتی معمولم هم تو میدو یعنی به شروع از این بر اومدم معمولم نگه معمولم الحمدلله بله دیگه شما رئیس شدی تحویل نمیگیریم به ریاسات اضافه شد قطر من که نه بچه هامون میرم دو سه نفری میرم نه یه دو تا شد خبرنگار میرن دو تا خبرنگار جایی دیگر میرن که به ما کمک کنن دو تا عکاس رو تخرم میرن ولی اونجوری از اون بلیط های 10,000 نفری به ما چیزی ندادن چند تا سهمیه؟ خیلی خوبه اسم باید بدیم یا بلیط میدیم اینجا از نمی برن که می برن کیش کسی که از کیش می برن تو مستقر میگن 5,000 تا دوربین تو ورزشگاه هست هر کی از غلطی بکنه قشنگ میدونه آره اینجا خبریه خیلی ماشین بود من گفتم الان همه اومدن پس یه جلسه دیگه احتمالا هست همه چیز من رو بیدونم به احتمالا دوستان اختشاشات دیر کردن نه ماشین ها اینجا هست نه اختشاشی نبود چرا کجا هست زیاباد موقع تحقیقی مدرد هست نه فیروسی که من می آمدم نه فیروسی که ما فیروسی می خواهیم از اون وقت چهاره امیرکرم باز من شاروه هم شروع نه 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 درگیری بود درگیری بود سور جلسه چیز نه مترو فیروسی شروع بود چهاره نه شعار دادن آره شعار دادن اصلا چیز ندارم این انتظامی چیز هم زد یعنی انفال هم زد کجا؟ امیرکرم بازار شلو بود نه سمت شعور امنیت داشته می اومدم اومدم بچگی شروع شده بود بازار هم که تکنش بازار چی شده بود؟ بعد این ماجرا دیگه هی تهدیدشون کردن این میگه طرف یه دونه یه چیزی رو اندازم نوازم آتیش بگیره تمام زندگی میره دیگه دانشگاه هم بسکول خیلی شده دانشگاه هم جلو البته اصلش نورو باید منتظر ساعت 6 رو باید باشیم میگیدن یه هوایی که تاریک بشه بعدش اون ساعت 5 بوده میگیدن بلا 5 و 6 خیلی فراخان هم کشوریه قرار شد در کل کشور جمع شد فراخان هم ساعت 11 صبح هم دانشگاه رو درگیر کنن هم بازار رو درگیر کنن قرار ببینید 4 روزه داره اصلا 24 و 25 و 26 و 27 هم چیز یعنی زن زندگی آزادی روز آخر هم که دیگه جشن می بوسی تو برنامه رو بسید همه بیدیشون روزن بود شمده هم برنامه داشت اما محمد از در حجم خبرسازی و شادی ایمون آره بزرگ آفره در نیم خیلی دیشتر ما چه برنامه من اینکه این آقا خونی هم
موندش کردن حالا چیزی خاص از زنیم هم نیش خواستم محمد میرزایی هم اون مدیرانه رو بود خواستم این جلسه داشتیم داشتیم میگفت من از سر کار اومدم و رفتیم کرخین هم خبری نبود نهایت یه جوری دیدم یا سنو یه سر داشت هم تو بودن و بچه هم با شب رفتم تو اینستاگرام دیدم دیه سلام سلام.
اون مخنوب حیام این حرکت، یعنی
نوع برنامه جوزده شده که همه نوع برنامه هست، هم موضوعی علمی هست، هم موضوعی فرهنگی هست، هم موضوعی خدمت رسانی، محرومی از اولی، هم موضوعی علمی هست، هم موضوعی مطالعه گری هست، هم موضوعی پیجیه پس پرونده شهادت هاش قاسمی که از درست جدی که هست، همین حمایش کشوری هست که برای مورد پرونده هاش قاسمی تشکیم شده و حتی موضوعی میگم سبک زندگی تر جامعه از هفته بسیج هست. به نظرم دوستان که میز دارن و خرگزای فارس هم دارن همینجوره، فضای مجازی دان همینجوره، جوان همینجوره، جوان سلامه. شما دوستان رو جواب دارم در برای دوباره مسئولی میگن که جواب تلفن این برای تلفن نمیدن اما این صبح بوده زندگی هم تو فرمنش زیده بوده در خدمت شما عرض کنم که میزاره که دارید خیلی هم میزاره میشه بین این برنامه ها تقسیم کنید، برنامه ورزشی داره، برنامه علمی داره، برای هر میز از مجموعه رسانه ها برنامه ویژه خودش داره که به نظرم سوژه های خیلی ناوی هم تو این اتفاق حالا انشاءالله رقم میخوره و اینکه برنامه مفصل دارم نمیخوام به برنامه بپردازم انشاءالله فرصت جلسه گرفته بشه و از زمان جلسه کم تر بشه ما سعی کنیم شده تا خیلی سریع برای به حال به شما بریم هر چند سال داشتیم خدمت شما هستم پیام بریم زنگ بزنی از نوع برنامه ها در کنم بهتون اطلاع رسان میکنیم که نوع برنامه ها که به نظرم حداقل 70-80% برنامه ها جون دار و کشوریه، یعنی یه برنامه خود صدر حاجی زاده در مرحله ما نشسته 30,000 نفری که رو تصویرم کشوری هم نشسته دانشجوی هست و رو نمایی از هستایی تبین و روایت دانشگاه هست 3,000 هستایی تبین و روایت خواهد رو نمایی بشه. این رو خدمت شما میدی به غیر از اینکه از امروچه گذشت صدا سلیمانی و سازمان مطالب رو گفتن در تمام شد از روز شنبه صدا معروفی هر روز اخبار هفته بسیج رو صدا قرار شد بگن امکنی صدا معروفی هر روز میگم و من سرچه نمیدونم چه سرچه میگم و احتمال هم دیگه حوال سخنگو و به اون ریاست صدا هفته بسیج اینکه آقای معروفی ریاست هفته بسیج دیگه از شنبه تا آخر هفته هر روز میگم ما هم سرمی کنیم اگر بشه اون زمان رو حتی دوستان تو رسانه کنیم که این زمان دوستان اشاره استفاده کنم اما درخواست خواسته بنده اینه که با توجه به اینا تخصصیه یعنی همه حوزه ها هست ورزشی هست علمی هست فرهنگی هست اجتماعی هست سازندگی محرومی از زدایی همه موضوعات هست به میزهای تخصصی خودی بسپارید دوستان یه ارتباط جدی رو رد آبی گیرنده شد یه اتفاق خیلی خوبی بگفت از دوستان بچه صدا سیما ممنونیم امسال ریاست خود کمیته رسانه ملی به آقای دکتر رحمتی سپرده شد سر دارش کاملا خود آقای دکتر رحمتی دید نشستیم آقای جبلی بود نشستی خیلی خوبی بود به نظرم صدا سیما آمانه که کامل رو برای حوضی یعنی چه رادیوشون چه سیما شد و حالا ایشان ما بتونیم یه نگاه خوبی هم صدا قریشی نداشن امسال که امسال ظرف بسیج پر رنگ میشه مثالش یعنی تو همه برنامه ها بسیج به شدت با اون نگاه مردمی پر رنگ میشه مثالش یکیش که فرد صدا سیما همه یه اون ظرف رادیو و رسانه داره برادر و خواهر یه اسره یه بسیجی قرار میگیره غیر از یه نفر دو نفر سه نفر دوستانی که از سازمان بسیج شرکت میکنن تو برنامه دیگه هیچ نفر از ماهانه میدیم هیچ از ماهانه میدیم و هنده برداخته میشه به الگوهای که در سطح کشور خیلی هم فراوان هستن که تو حوزه‌های بسیج و سر خدماتی مردم رو از جنس خود مرد برندن این نوع نگاه هم کاملا حاکمه بر برنامه ها هست این نگاه کاملا بسیجی محور و مردم محور های شما که این هفته بسیج خوب داشته باشیم انشاءالله این جام جهانی هم هست یه دغدغه‌ای هست که این جام جهانی است در ذره هفته بسیج جهان چرا این نمیشه انشاءالله پیروزی تیم ملی حالا هم خود شادی هفته بسیج جهانی انشاءالله اتفاق میفته آقای کارآموزی هم میشه در بتونن مواجه میکنن انشاءالله پیروزی مثلا سفر دوستان دیگه انشاءالله هرچی سردارو گفتن که شب قدر ماه همین هفته است یعنی
هر کسی یه دهه‌ای یه زمانی داره، الان زمان بسیج نه بسیج نه به خاطر سازمان بسیج. نکته قشنگ سرداری گفتن اینکه گفتن آقا ما سازمان بسیج مهم نیست، خود بسیج، خود فرهنگ بسیج، خود تفکر بسیجی که نجات دهنده جریان انقلابی و تمدنی اینا هست اون مهمه. ولی این نوع تفکر که انشاءالله با همت بلندی برادر و خواهر گرامی انشاءالله امسال وزیرستانی حالا با زحمت فراوانی شما خواهر کشید به همت بلندی این چه اتفاقات خیلی خوبی رقم میکنه. تشکر میکنم شما اگر صدا ندارون هست شروع کنید در اصلا ما خدمت اطلاعات هستید به من چه قبل از این اخشارم اومردی پای کار دمیرای اخشار رو اسای اخشار بله یعنی تلفن‌های بروز شده یا اینا رو اگر با همه اخشار بگید به اون که از الان ما به بچه‌هامون بگیم اینا مسئول این بخشا هستن بس همون برنامه‌ای که ریختید هر کدوم گاهی به اخشار مربوطه این کارو میکنه الان گاهی میگیرم میرم به دوستان اومده بودین همون بشه. من پیشنهادم اینه که برای هفته بسیج اصلا یه گروهی توی یکی از این پیام رسانه درست کنیم مخصوص هفته بسیج، هیچ چیز دیگه ای غیر از این هم نباشه، یعنی بچه ها خبر آشوب و اختشاش و مثلا اینا توش نباشه، فقط همین هر چی خبر تولید میشه اونجا بارگذاری بشه با هر کسی آماده است. الان مثلا این آدم میگه من الان آمادم از این ساعت تا این ساعت هر کی به من زنگ بزنه جواب میدم، مثلا این برنامه هفته رو تو اون گروه همه بتونن مراجعه کنن. یه گروه یه گروه درست میتونن موقت برای بله تموم شد هفته بسیج هم شما رو باره رو بگر شد اینا یه خوبی که داره همه یه اخشار دیشه دوتا قشنه همه برنامه دارن بله اونا رو هم شما رو یه اخشار هم بهتون میدونی این شازا پارسل میگه تا خیلی اصلا دوستان میگه همون گروه هم میذاری این دیگه همین امروز ها نره دوباره مثلا سه روز بعد اون کار الان که ما بچه رو آماده کنیم چش بفهمم. بسم الله الرحمن الرحیم. من نام جلال دارم. سلام جلال. ما حتی پنجاه نومین روزه تجمع به اتراج و نشید رو که سر بازشون که روند اعداد و تجمع پایین تنکت خودش بسیده در این چند روزه به طور که روزه گذشته در مجموع در یک استان با قدر 300 نفر ما تجمع داشتیم اونم از استان تهران شهر تهران بوده. در حوزه دانشجوی ما روز گذشته یعنی 23 اون 90 در ما فراخوان داشتیم که 20 مونش به مواقع کنزه تهران بوده و نسبت به روزا کم داشتیم روز 22 اون روز 12 از افتانش فراخوان ها داشتیم. در هم روز 23 اون ما در مجموع از سر 3 تا استان 3 تا دانشجو و با جمعیت روز 260 همه تجمع داشتیم که نسبت به همین بازه زمان در روز 7 داشتیم روز دوشنبه یک مثال کارش محسوسی را داشتیم. در روز جاری هم با وجود فراخوان های متعدد و بین زیادی که مثال منتشر شد ما تا ساعت دو که برابط کردیم نجمن 21 استان ما در گره اتصالات بازار بودن. میانگین تعطیلی بازار در روز جاری بوده 70% بوده که بیشتر حجمش به بازه تهران بوده و بخش قابل توجهی از بازار رو میدان کنید که بودن 24 و 25 و 26 وارد به سنبه خوشون تحتیل مرکب. من به تحتیل استان های خورستان شمالی زنجان به نام بزرگ استان مرکزی استان عربوزی هست با نوزوان کینا گلستان فاس کرمان کرماشا آیشنهی اسمان ایران بوشه استان تهران آذربایجان غربی چهارمان خوزستان و خورستان روز مثلا اتصال بازار رو ما همجا تا 90% و حتی به 100% هم داشتیم. از اخباری در همچنین سه روز اخیر اتفاق افتاده در حوزه امنیتی 12 مورد حمله به پایگاه و حوزه بسیج ما داشتیم. در حوزه سیاسی فرهاد کوکی‌مطلب به دفتر آقای انارستان نمایندگی سمت‌وار داشتیم و آتش زدن در دفتر سواره سوار شخصان گنبد داشتیم. در حوزه اجتماعی همچنان تداوم شمرود دارای آنتیگریتیف به اقتصادم در حوزه بزرگسالی هم در حوزه کودکان سرون تزریق غیر در اکثر استانهای کشور گزارش شده. در حوزه اقتصادی ما اعتصاب اعضای کارگران در فروشگاه‌های عسلی و کمیوان داشتیم و نارضایتی که در حوزه کسبه و بازار از مثلا نوسانات نرخ ارز و کوسه ما دائما در حوزه فرهنگی یک اعتراضی رو ما از یکی از استانها داریم که مثلا
خاطر در مورد دوستان مازندران شده حضور سه تا واقعی از مدرسه که بحث دوستان احمقه در دو دارو کنیم در روحانیت تعرض به روحانی ما تقریبا 9 مورد داشتیم احمقه فلانی در زرگوشت به این تصیب رو فردا کتاب بود دفتر نمایده ولی فرقی در بیرجن و همچنین تعرض به دفتر مجموعی شنگار داشتیم و همچنین به سمت بیت امام‌جمعه شهر یاسوکه و سوابع شهرستان بیجان ما پرداخت به طلاطف رو داشتیم. در حوزه روند هامون هم که در روند رو نیا بکنم اصلا از فهم رو کنیم از شاردان تا 20 آبان ما مجموعه در طول یک هفته سر 23 مورد تجمع با جمعیت نزدیک به 7500 نفر داشتیم که بیشترینش به حوزه اصلا دانشجویی بوده و در حوزه بعدی مثلا کارگران و قمگیران بودن که تجمعاتی رو داشتن. مهمترین اخباری در فضای مجازی منتشر شده در این ایام بسیار استوری بوده که امین حیاری گذاشته درخواست آزادی حسین رونقی از سرکار طلبه بازداشتی که در واقع سه شهر پیش باعث تجمع نزدیک به 600 تا 750 نفر در تهران بوده داشتیم. پست اینستاگرامی های امیر دایری داشتیم در ضبط دعوت قطر برای بازی جام جهانی و اعلام همدردی ایشون با خانوادههای داغدیده. توییت فرحان مجیدی رو داشتیم که شاید گره روزای 24 و 25 و 26 آقا و هشتک زن زندگی آزادی رو مطرح کرده. تعطیلی سه روزه رستوران آقای علیدایی رو داشتیم به بهانه تعمیرات در استان سامیرد حوادث آبان 98 و استدعا اعلام صدور میشه فصل 50 که درخواست برای معترضین و احتجاج کردن در سه استان مرکزی اصفهان و هرمز. این مهمترین محورهای بوده که ما در طول چند روز داشتیم. من سوالی هست در خدمت هستم. سلام دارم. این تمام فرانی بوده، این 9 مورد کلن بوده فرد توی تفکیه هم بوده در درست این ویدیویش رو بود هرز کردم، 21 تا 23 آقا جلسات پر رنگ تره هم حرف میزنن هم شب تیز دعوت نداشته. حالا جالبه یه برنامه حضرت بابا دارن نماز جماعتی دارن در منظر در حقیقت نماز بگیرم هم بود که ما رفتیم بیشتر افتیم که میاد بود نمازی که من شوید میشه در حقیقت در حقیقت اشتار بگیرم اتاق بزرگیه که اتاقیه بسیدن مثلا چلنه کیه که بعد این ملاقات خصوصی رو ایجاد میدارن و با زمین هم از موقع فرامدان رو سخوان نمیدن بزرگتر اون که پله میخوره قبلا نخست وزیر رو پله میخوره میره به چهار تا پله میخوره میره برای کنار رو اونجا معمولا آقا نماز جماعت دارن افراد میان روحان اونجوری کار به تناسل زرفی اونجا نماز بعضی ها ممکن است مسئولین هم همه هنگ می کنن میان موضعی که می خواهم توری توری یا خاشه و از دقامه هم دو بعد از نماز می کنم از دقامه هم تشو بیارم از همون درد رو باید می شن با هم هم عوض خصیب کنم تا بیدیم نماز رو برگشتم همینطور بیشترین حضور مال استطلاع هست اون نباته استطلاقای مثلا خوشتی ماشید
خوشحال نداریم آقا جمعی کنه از اون بیشتر بردن بیشتر از اون من گزارش کنم عرض کنم چند دقیقه آقای هیدری گزارش امروز هم بده تقریبا دوستان میده از اون موضوع میخوام جلسات به صورت هفتگی برگزار چند نفر بودن آقا بعدم شما گزارش کنید از شما هفته هشت نفر از بعد شما من جلسه ای که ما میگیم در مورد جمع نفر هستم در مورد میشه تا نماده وارد جلسه چیه دیگه شما فرمانید؟ همون برای که خودشون بر موضوع مصبرگان رو هم میدن کمیته سینه مرنده مال قرده در محتوا کمیته محتوا کمیته محتوای شما رو آدم میدن برای اون جلسه میگیرید کی برگزار کرد آن خسروی؟ نه، آقای طاهریان آقای طاهریان که معاون چیز شدن هم از مدید دادن مجلسی اونجا جاشو میرن هم اونجا برد خود اسم سناریو ها ولی یه خوبیش این هست که این جلسه صد و همه اینهایی که دوباره می کنستم نمانده تامل اختیار هستن هم اونجا عملیاتی شروع می کنن حالا ما تو جلسه اول رو دوستان همه چند جلسه رفته بودن ما این کار عملیاتی رو همجا رو داریم به نظر می دارم از دوستان یه لازمش این هست که دوستان این اطلاعات خاص خود رو در اختیار قرار بدن که حداقلش اینکه ما دست خور باشیم یه موردش من از کنم خدمتون مثلا بحث دیروز جدی بحث آقای حسین رونقی بود سید حسین رونقی که اینا پروکسی دستگیرش کرده بودن تقریبا دو ماه هست دستگیر شده 45 روز دستگیر شده و متاسفانه همون لحظات اول خب پاهای شکستن و 6 روز از اعتصاب قضا کرده توی 6 روز بعد اون توی برادرش زد که جمعی که داره بیمارستان دیگول مجبور شدن بچه های واجا منتقلش کنن به بیمارستان سینا که حتی علیداری با ماشین حضور پیدا کرد که جمعی وقتی به خود شیطان افتر نفر رو بود سهر کنه این کلیداری حضور پیدا کرده یا؟ بله تبیه چون این کلیداری حضور پیدا کرده؟ اصلا عکس نشون داره عکسش تو ماشین نشسته بود منتظر بود به پایین بعد نشون داره اونجا حضور پیدا کرد بود ولی ما گفتیم که اینا فعلا منتشر نکنن یه مقداری چون این حسین رو نقی آذریه ترکی ها به جهت آدرسی که باش رایزنی کرده بله چی که باش رایزنی کرده دقیقا حالا یه خوبی هم که کرده مثلا واجب خوبی منتقلش کرده از اینکه منتقلش کرده این تصمیم گیری که روز این شد گفتن آقا امروز تیم ملی باید حرکت کنه چیکار کنه مثلا این احتمال داره یک اتفاق رو این گیفت احتمالش هم این هست که قلبش خراب سرده نه هر لحظه احتمال فوتش وجود داره خودش هم خراب مرخص شد دیگه نه حالا نه مرخص نشد ولی دیروز در مادر شخصی بود مادرش دوزنه زد دیروز عملیاتی از اینجوری از با فرماشه دیروز بچه واجا زیبا نرفتن قصه عملیاتیش اینجور خوب بیشتر کرد گفتن تصمیم گیرد بعد چیکار کنیم تصمیم گیری شد که مثل قصه آقای چیز نشد مثل مهسا نشه این موضوع هست دیروز شما یه عکسی هر جور شده از الان از این منتشر بشه که این سالمه نشسته یکی از غذا خونهادش هم که نداشت بهترین فرد مادرشه چون مادرش مصاحبه کرده مادرش و حسن برادرش و من حکومه سخنگو دارم این مانجینه این روز خوره خوره تصمیلی شد در دو ساعت مادرش رو بردم اونجا عکس هم گرفتم و منتشر شد و منتقلش کردم یک بیمارستان دیگه شد اونجا آبیزش کردم و گفتن خوب شد و بریمش برگردونش به تقیم ولی چیزی که الان هست این که هنوز حالش خوب نیست کارشاتش زیاد بوده مشکل قلبی هم داره این موضوع ولی طرفدار داره سر داره ایشون طرفدار آزادی زیاد داره دیروز هم موج خیلی زیاد داره مقایسه‌اش هم می‌کنم با ستار خان. بله؟ مقایسه‌اش هم می‌کنم با ستار خان. آره دقیقاً همینجوریه. مثلا این چه چیز عجیب غریبی بود. ولی بعد از این اتفاق من دیروز سلام و عواصم گزارش می‌دادم دیشب اینا خیلی جالب بود که مثلا تو پایشگاه خودشون نشون دادن مرکز ملی یه اتاق مجلس خوب داره. نشون داره کاهش محسوس صحبت‌های نوام نشون بود. یعنی تأثیر داشت این عکس صحبته اون ناشناخته هست برای ما آره ولی شبیه نه اصلا برای ما ناشناخته هست بیشتر اسمش مطرحه اون کیه اصلا اونا خود شما نمیدونه که اصلا برای یه آدم لیدر مبارزات اصلا نمیدونه کیه ولی موضوع این هست که از این کیس ها زیاد هست اعلام بیرون بود که دعوای بچه قوم رضایی هم میگن که آقا خصوصا بچه قاجا میگن که ما از این چند نمونه داریم که الان تو اعتصاب قضا هستن یا دستگیر شدن اینا فکر قومیتیش رو باید بکنید که اگه یه اتفاقی افتاد این باید چکار کنید دیگه نمیتونی فردا بگیم رو تو بازاش کن چون فیلم من گرفته شد زمان دستگیری اینها یعنی حسین رونقی زمان دستگیریش رو باید داد میزد که من روی دادسرا من نباید شد اینها فیلم هاشون گرفته شد از فرم این یک موضوع بود موضوع دوم اینه که تصمیم گیری شد اعلام دوستان داره میکنیم آدم اینجا قرار شد که این پایان اختشاشات اعلام بشه این دیگه نمیگه اختشاشات اخیر اعلام بشه که باید این مصوبه خودمون شد اونجا گفتیم بهشون
اسم نداشت فتنه سیاه، اونا هم همه تاکه کار بودن، الان این مهرم کارش کرد فتنه سیاه. بله؟ دستت اون کی بوده؟ نه، همه شما هستم اونجا. نه، خاطر اینکه امروز مثلا تکنیک سیاه دوباره شروع شده آخه. آره. البته موضوع چی شد؟ ما نه اعلام بکنه. اصلا چی دیگه ای بوده. میشه موضوع رو عوض کرد. اصلا دیگه ای بوده. خب تو اون هدف ولی چیز دیگه ای بوده. بله. بس رنا رنگ بود موضوع خیلی جدیه. رنا رنگ بود گفتن که به همین راحتی فرصت رسانه های سپاه بسیج اینو راهش نکنن. فرصت اینکه الان یه اختلاف وحشتناک ایران اینترنشنال و بی بی سی الان اتفاق افتاده و فیلم سازی های وزد هم دیگه محتوا سازی اول گفتن خود دعوا درگیری بود ولی گفتن نه چه اختلاف سنگین‌تر از دعوا مثلا امروز صبح که اعلام شد که قطر به ایران اینترنشنال چیز هم نداده تمومش کرده ایران اینترنشنال از ویزا نداده خیلی موضوع داغتر شد که اتفاقات اینها البته این بس آزاد بیان رو مطرح همیشه گفتگو ساده بین رنگ‌پور و مادرش بوده که اینجوری اینها حمله کردن به سمتش اینها و از اون طرف ما مستش کنیم به خاشقچی بچه های مهم خوب پیش رفتن هم بودن انفجار ترکیه اعتصابات لندن که در پیشه بحث رنا رنگپور آغاز شد و آغاز به سرمایه‌داری در فرانسه چیزایی که میتونه جایگزین بشه و میتونه تو اقدام جایگزینی به درد ما بخوره از الان میتونه بردش کنه یا جام جهانی رو بیشتر بهش عمل بپردازیم یه جوری بی‌اعتبار سازیه بی بی سی که این آیت الله بی بی سی ما دیروز فهمیدیم کار بچه های خودیه یعنی اینکه ما ترکی اماره کار بچه های خودیه گفتم این مانو بود چی؟ اصطلاح آیت الله بی بی سی چی؟ بی بی سی اصطلاح اصلا در این ترمان یکی دو سال اصلا مطرح یعنی چیه؟ اصلا ما دیروز با قدرت این رو گفتن کار ماست نمیدن یکی از مشکلات ما همینه بعضی کسا آیت الله بی بی سی ساخت پرداخته زدگرد آیت الله با قدرت این رو ببینید من تو جلسات حتما یاد تو باشه بعضی موارد رو مشورت هم بشه آیت الله بی بی سی ساخت پرداختی ضد انقلاب دو سه سال هست شروع شده ولی زده بده 40 سال هم هست بوده 40 سال قبل بوده سلطنت طلبا بخشی از سلطنت طلبا انقلاب اینا رو اصلا نسبت میدن به انگلیس برای فضاسازی ها برای فضاسازی نسبت میدن به انگلیس بعد خود بی بی سی رو بهش میگن آیت الله بی بی سی یعنی میگن این بی بی سی خودش کانال انقلابیون ایران بعضی از این رده پاشون که دیگه میگن مثلا اصلا شاه رو انگلیسی ها برداشتن و آیت‌الله خمینی رو انگلیسی ها حمایت کردن بخشی از سلطنت طلبا برای خونسا کردن اون وابسته این عنوان رو اول اگه کسی فوری اصلاح کنید کار اونا هست مثلا که گفتن کار دوستان تازه قرن تازه ما که نمیاد نه با اول تازه از مدرسهشون اسمشون نوشتن دشمن رو تخریب کنیم که بعد باز ما هست بعد میگن که دقیقاً میگفتن که این مثلا ما خودمون ساختیمش ما خودمون درست کردیم حالا اسمش نشه واسه میگم از اگه همچین دست معلومه خیلی فریب خورد آره بعد حالا اینو میگفتن بعضی حالا برایش یه نفر فاکتور کرده پولش هم گرفته خیلی نمیرسه خیلی رو سریع اصلاحش کنید اگر کسی هم هست میگید من صحبت کنید بار نیست سرا حالا به تو میگم تمام بازوی عملیاتی شما اونجاست یه بازی خورده تمام بازوی عملیاتی شما اونجاست یعنی ما حتما نیاتون باشه بارس شما دارید جوان دارید و چنه بدونید اگر باشه آقای چیزه میگم آقا بازوی بازوی بیویسی هم محمد رضا پهلوی یه اون مقاله الان من الان یادم افتاد اونجا میگه چی؟ میگه چیز استعمار و ارتجای سرخ و سیاه سرخ و سیاه سرخ کیا میگه؟ کمونیست‌ها و سیاه کیا رو میگه؟ روحانیت روحانیت میگه بعد میگه اینا وصله به کیه؟ به انگلیسی ها به نظر ریشه رو میشه افغانه رو برای خواهی میگه این کار بودفع انگلیسی علیه من
بعد میخواد بی اعتبار سازی از این طرفان داشته باشن دیگه ایران اینترنشنال این میخواد یک جور دعوا بین اینا رو چیز کنه بیشتر کنه بعد به صورت تعبیر مثل زنان رو ممکنه من رو نگیم شاید ما اینترنشنال از این جمله استفاده کنه چون برمیگره به سابقه اونا چون مدتا هم که اینترنشنال سلطنت طلبا دارن کار میکنن ممکنه اونا باشه بعد اون درصد سال تو هفته گذشته خب ببخشید هفته موجب سید دعوان فحاشی ها بیشتر شده 80 درصد خب مشخص از کجا هستن خوزن برو بی تی اس و اگزو و نام توش یقین کرده ها سلطنت طلبا و فتنه و نفاق و اینها ولی متاسفانه تعداد خانم ها داره خیلی افزایش پیدا میکنه توی مدت مختلف با آمار هم نشون دادن الان داره 47 درصد خانم ها هستن 53 درصد مردان هستن یه تر میخوان از بسیج بانوان ما بسیج جامعه زنان ما میگن که توی این تر تغییری زنان ما چگاه باید انجام میدیم تمام ظرفیت این اعضای شورا هم در اختیار بسیج قرار میگیره یعنی شما تر رو بیارید دفاع کنید ما ارزم بطور اجراش با ما باشید ما انجام بدیم این تر هم نداشتن بحث میهن مطرح شد که ارزم بطور کن افزایش 400 درصدی مثلا تشویقی بود به تحریم میهن بعد از این کلیپی که راننده ها پخش کردن گفت که بعضی از این تبلیغات رو حالا میره مشاوره که اینجا چجوری میده میگن بد میده فراخان برای چهلوم زاهدان کاهش 70 درصدی میزان خشم و هیجان داشته فراخان رو نگرفت برای چهلومی که تو زاهدان میخواستن اون اتفاقات رو بیا هم بزنن نگرفت اونجوری که اونا میخواستن خب اونا خود سنی هم به چهلوم اعتماد هم نداره برخواد زده را خیلی چیز کرده این اونه که حضرین باز کرده اونه کسی سیستان ولی چیستان سنیشون مذهبی هم برخلاف کردستان خاطر همین رمینی چهلوم نداره بعد بقیر روبات ها نیستی عجیب غریب بود که این موضوع محتوای زنانی که توی سیستان بلوچستان محتوای 53 درصد بود های نظریات و یه چیز عجیب غریب بودی آمار مثلا میگو ما از 4 تا پایشگاه سنجیدیم و زنان ورود انگیزشی ترشون کرده بودن برای ورود موضوع سیستان بلوچستان و میگو تلا قبلا نداشتیم این جمعیت زن رو ما نداشتیم سیستان یه موضوع قابلیت ها زیاده برای زنان آره استفاده نکردیم از صحبت های آقای عبدالحمید علیه اگه خودش اونجا که دفاع از زنان میکرد خوب استفاده نکردیم چون بزرگترین ظلم تو جامعه ایرانی الان خود ما تو بین اهل سنت امروز تو ایران چیزه سیستان بلوچستان یعنی رفتاری که با زن رو دارن تو بخش های بدوی بدوی عربستان و بدوی عربستان سر رو یک کاملا برای شبکی تشریف کردن نه ما سیستان گرفتیم باید اینو مرتب یک باز نشد صحبت های قبلی عبدالحمید که اصلا شما نباید بازیگر بشن نباید تو تلویزیون زن حضور پیدا کنن اصلا نماز نمیذارن بیان بازار درس بخونن حتی اینا همه رو باستادون تا تابلودا خود مثلا ازدواجی خود مولوی عبدالحمید باستاد داده میشود که اگر مثلا یه موقع یه شایعی بشه که یه بنده خدا تو ایران هست مثلا زنش هم مرده باشه دوباره زن گرفته باشه کلی چیزش میکنن اینو مطرح کنین تا یه سری سوابق هم داره بود اصلا بعد تا پریروز ساعت ده شب آخرین گزارشی که گرفته بودن یک هفته گذشتهش میشه انتشار زمان کاهشی نشر مطالب اعتراضیه توی شبکه اجتماعی انتشار 30 درصد مطالب توسط ربات ها بوده کاهش مطالب اعتراضی در چند تا استان مشهور بوده مثل گیلان، مرکزی، مازندران، آذربایجان غربی ولی افزایش مطالب اعتراضی ما تو البرز، اصفهان، آذربایجان شرقی داشتیم تو صدر اعتراضات هم تهران و کردستان تو صدر مطالب اعتراضی بودن گفتن خصوصا این دو تا استان رو برای تو چند روز آینده که امروز میشه آینده بعد جدی گرفت تو حوزه زنان خود سری راهکارها داشتن که من جداگانه میدم خدمت خواهرم که با خواهر بیابونی صحبت کنم یه موضوع رو درخواست داشتن از بسیج بازم عرض میکنم خدمت اینجا در موردش تصمیم گیری بشه این بحث کشف حجاب دنیاواری که داره اتفاق داره میافته تو شبکه‌های اجتماعی جای مختلف و اینها و میخواد یه جا قفلش کنه حتی دنیاوار نیست تا بود تا چند وقت پیش اینها اونم این بود که الان تحت فشار از هم صدا و سیما و هم ویودی ها و هم وزارت ارشاد برای حذف برخی از فیلم های اینها که جای دیگه در تصمیم گیری میشه که فیلم ها دارن حذف کنن یه جوری میخوان که اتفاقی رو خود بسیج رقم بزنه از طریق بسیج هنرمندان یا بنده روایت هر جا که بتونن که بگن که
تدلیگاه از یه کارگردان شروع کنم، یه تدلیگاه شروع کنم که این شکایت کرده از کار از اون بازیگر کشف حجاب شده و اونو بردش کنم، میگم که حالا نه اینکه میخواد رسانه ها بردش کنم، نه کسی تغییرش کنم، نه تغییرش کنم، و این آقا بردش کنم که بگم که آقا زینب اون تهیه کننده بوده فیلمی که الان ساخته قرار اکران بشه، این کشف حجاب که رفته کارش هم نمیشه کرد، نه رو بیولی میتونه اکران بشه. ما هنوز اعلام نکردن ما فیلمی رو توقیف کردیم. نه اعلام نکردم. این تو زمانی که مطمئن میشه تهیه کننده خیلی خوبی کنون رو سرده. ولی گفتیم به این شما اول باید خدا باید اول به ذرف ارشاد و سانتر را بگیم تهدید بکنه مطمئن شما خودش اصلا یواشکی به هنرجا میگن خفشی. مشکل اینجاست که اینا نمیگه حاضر نیستن دولت نمیخواد خودش هزینه بده. خواهد اون کارگردان خب کارگردان که کارهایی نیستن تهیه کننده باید شکایت کنه چون مالک این تهیه کننده هست تهیه کننده هم نگاه کنه ارشاد چی بود وقتی ارشاد چیزی نبوده باید چی باید تو شکایت کنه وزیر ارشادم چند بار چیز کرد دیگه به همه رسما چیزی نگفت نه جواب خالی داد این همه تو من اونداش اصلا سلا و سیما از این ساکرا مرتزی چیزی بگی بس جامعه جامعه رو خیلی روش حساس هم همه همه خیلی روش حساس هم و خیلی تن تومانه درشون میخواد با اون یه فرصت نگاش کنم ولی گفت که تصمیمگیری باید کلی بشه اینها خب یه فرصت هایی داره مثل جایگزینی شادی با غم و هیجان و خشم میتونی اتفاق خوبی باشه اگر مثلا ایران ببره که خیلی بیشتر خیلی بهتر اینها از هم موضوعتون اشغال خیابان و تشکیل تجمعات کنترل شده از سر شراب و شادی خیابان ها و همراهی نیروی انتظامی و هفته بسیج این رو هفته بسیج حساب باز کردم درخواست بسیار زیاد از خانواده شادی ها دارم این هر جا شما یه عکس هم به ما بگیم مثلا خانواده شادی دارم اگر این هفته آینده ما اینو بزرگش کنیم یه جوری حتی اگر حافظی هست از طریق صدا و سیما اینا بگیم که آن یه اتفاقا دارم 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 لازمش اینکه چند میلیون قطعه پرچم اینا تولید بکنم برای همچی چیزایی اصلا تو دارد تولید کردن نه؟ من بازی ایران و ایران و آمریکا، ایران و انگلیس خیلی از بلیت های فروخته شده و بعد از کشورهای دیگه بود که رفتیشون ندارن مثلا سلاخور عربستانی هم جز اون صد خریدها هستن این ها البته به غیر از ایران بیت ایران بیت مهم نیستن زیاد هر این روز تو ستاکت ناجا بودی فراجا جلسه یه درمزای راه بودی فر مجازی زیباد کنیم در مسلح اونجا برگزار شده بود اساساً خود آقای اشتری هم حضور داشت که ما هم از سخنرانی جلسه رو آوردیم اونجا گفتم که ما طرف قطری آفرانی وارد رو بکنی شدیم در این مباحث حالا یه بحثی این دوازده هزار پرچمی بوده که شیر خورشید قرار بوده بیاد تو ورزشگاه یه بخشی از این بلیط هایی که مناطقین گرفتن آقای حضور تو این بازیه تو همه اینا رو تهیه کردیم و دوربینایی هم که اونجا کار گذاشتن توی ورزشگاه پنج هزار دوربین که ورزشگاه هست این کاملا تحت پوششه و تعهدی که آقا در قطری داده که نگران نباشید به این حوزه که وقت ساختار شکنی بشه یا اتفاقات اینطور ضد ارزشهای فدراسیون صورت بگیره نکته که وجود داره قطری بالا همکاری کردن ظاهرا سر بحث زد و خوردهایی هم که مطرح شد و اینا رو پیمان پس هم داده بودن که فعلا دست نگه دارید تا جام جهانی هر چند اینها و یکی دو تا کار گلدرشت گردن هتل ایرانی ها و اینترنشنال اینا یکی بود ظاهرا رایزنی هایی که شد جا به جایی انجام شده و اینترنشنال هایی که معلوم یاده همه بهش میدارد و یه نکته دیگری هم که گفتن اینه که گفتن شما اسامی خبرنگار های اینترنشنال رو بدید ما فرودگاه دیپورتشون بزن اجازه نمیدیم بیان میگفت تمام اسامی مورددارها تمام کسایی که زده انقلاب دارن اون مطلب منتشر کنن یا نمیگرن تمام اسامی ما رو طرف قطعی دادیم که بعد یه تحقیق بزنید خبرنگاری که بازی هستن که زد اون ملیت ها چیز نکنن ما یه بحرانی به نظرم خودمون باید خبرنگاری چون من لیست خبرنگاری که اعزام شدن رو دیدم بچه که مطلب آقای تحقیقی میدونن خبرنگاری ورزشی رگه‌های روشنفکری عجیب غریبی و مثلا با فردوسی آره شخصیت من به نظرم اینو حالا به دوستان ارشاد هم گفتم یه تدبیر جدی برای بچه‌ای که دارن از ایران به عنوان خبرنگار ورزشی جمهوری اسلامی اعزام میشن اونجا حسین تدبیر کنید توی استوریا شما ممکن تو رسانه رسمی خیلی بروز نداشته باشه تو استوریا و صفحات مجازیشون اینا ممکنه شیطنت داری کنن که همین الان هم این کار رو انجام میده من اون لیستی که دیدم خیلی هاشون رو هم میدونم که همین الان مثلا اینه
که اینجوری هم ندید بهشان که اونجا دیگه دیگه شده خیلی دیگه آجا چهل نفرشون از کسی هم که به اختشاشات دامن زدن نباید اجزه بدن برن قرار شد اینا رو خود دیگه شما اجاز کنید منعکس کنید به سازمان که دنبال کنید منعکس کردیم سازمان چون پلان بوده اینه اجازه پرواز بشون ندن یه جلسه ای زوارا گذاشتم با بعضی از مدیران بالاخره یه چکوتی کردن اون مریضی که جلسه حل نمیشه اونو باید هم نذارم بره دولت نمیخواد از این دولت چون موقع فرقواتی داره مثلا من مثل صبح داره میفرسته شب داره برمیده اون حالت محدوده این که محدوده شما یه سهمیه رو شما گذاشته بودیم برای رسانه گفتن داده شده بود دیگه حالا ما 11 شب بیشتر رفت کنه مثلا همین موضوع منش جلسه خیلی خوب میرسه میگه ما خیلی ویدیوز دیدی بود یه جایی قرار دارم بچه‌ها همینجا شما جدا هستین سهمی شما سلا جدا دیگه حالا سلا بگیم بشه نه من گذاشتم گفتن داده شده بهشون هیچ چی داده نمیشه حالا دیگه رفت الان گزارش غلط بهتون بسیج رسانه گفتن 30 تا سن گفتن بسیج رسانه خود 30 تا گرفته نه خاله خبرگزاری فارس خودش اصلا از الان فرستاده نفراتش رو نمیدونم نه با کجا اونا از طریق فدراسیون ممکنه خودشون اون که ما دو تا یه خبرنگار یه عکاس سهمیه داریم فرستاده شده این تو این 10000 تا ما سهمی نداریم 10000 تا کلن 10000 تا قرار آره چند تاشو بسید داره اصلا بیزار نمیدن به شبه مشکل اصلی هم خیلی کارت اصلا مشکل نداره سپارده تر این رای زنی کرد میدن این واجب نیست شما اگه بلیت بازی ها رو داشته باشی راحت برات صادره بلیت بازی داشته باشی میدید تو اپی سر داشته باشی ایمیل هم داشته باشی هر کارت میاد داخل این میگید الان خود مراجعه کردم اگه دستی به اینجا مصابه بشه میدونم بچه های احفاظات شما بسید که اتفاقه حل بشه نیستی بودا نوید کنیم سهمی بچه های خود دردرسانو بریم سردان من اینو دیروز داشتیم یه چند تا داشتیم پرسکلیم گفتم که هم به شما هم به دوستان همه داده شما گفتم اینجا باید تصمیم بیر کن سردان شما تصمیم بیار بکنید سهمی مشخص کنید یعنی الان ندادم به شما؟ نه من فقط گفتم باید لیست رو در بردید آیا واسه این تنگ تکلیف کنید چون آقای لیست مشخص کنید اینا رو ما گفتن من حالا کاغذ کاش برده بودم من از آقای پارسایی پرسیدم کسی که به سال 30 تا گرفت بودن گفتن که همه آقایون گرفتن نه ما نگرفتیم سر بسی جرسان گفتن 30 تا گرفت نه 25 تا سر دارم به ما 25 تا دارم من مثلا 5 تا شیری چونه نزد وقتی 5 تا رو میکی خورده به ما که هیچی ندادم ولی به شما که 15 تا ردای رسانه بعد الان گیر اینجا اصلا بلیت ها اینجا هست بلیت ها داریم که ولی باید یه جوری رایزنی بشه که بتونیم به صورت گروهی ویزا تعداد رو ببینیم این یک دومان که بودن سردان هم داره بحث پرواز شما اوکی میکنم من میخوام بدم ویزا مشکل داره مگه بچه مراجعه کردن مراجعه این خودشون ویزا فکر بگیرم کسی مراجعه ای ما تمام اینه که بیلیت بهشون داده شده که دارن توی لیسته پروازشون رو حل میشه بیلیت داده شده از این کانال ما داده شده حالا بیلیت پیش خود ما بیلیت هست بیلیت داره باشه نداره همین باید بیلیت از همین کانالی که هست باشه اگر همون باشه پروازشون حل میشه نرفتید از یه جایی گرفته باشید بعد نه همینه حالا چکی بکنه دیسه ما حالا پس مراجعه میکنه اگر شما سر اگر اینا کل بازی ها رو بخوام پوشش بدن دست جر رسانه فقط ولز نه حالا دنبال بقیهش هم هسته متاسفانه با هستش ایران انگلیس ایران آمریکا رو سر داشت بعد موضوع من جدا خوشی کنم این بحث اثبات دروغ بوده ادعای امضای بین‌المللی ایران چون خیلی تلاش کردن و هنوز هم تلاش میکنن خواهندگاه حوزه بینامده به برزش و صفحات مختلف کنیم ها بعد گردشگر رو این ها این گفتن خیلی بهش بپردازیم افشاگیری پیامده تلاش زدنگاه داره برهمزنی یک دستی تیم و حمایت از تحریم
تعلیم ورزشی ایران اینها یه سری تحقیقات هم هست که اهداف ما خود خودی بکنه موسی را فرستاد تحلیل بازیکنان و عوامل تیم به موضوعگیری انجام اقدامات در تایید اختشاشات اخیر یعنی به صفحات اینها میگفتن که اگر بتونن گردان سایبری شما داریم صفحات اینها به شدت الان حمایت کنید ولی بعضی ها تحلیل شد ولی کاری ما انجام داریم بر اوپای اجازه میکنیم بعد اینجا که زردی رو بیدید بازیکنان همراه با نظام از طریق تحقیق ایران و خانواده های خانواده ها میگفتن که حتی هر شهری هستن یه جوری اونا فرد میشن بجاری توی افتور تو راهپیمایی نوگر دوگرانش گفته بودن سیگا آقای پای اونش هشتر کلوسته بودن بیان کنن شهر بودن شامنیسی کرده بودن از آن وجود احتمال ارائه پیشنهادات ارفاگیرانه وقتی بازیکنان داره سوسیل انجام بداره وقوع درگیری بین بازیکنان با دیدگاه سیاسی موافق و مخالف در محل مسابقه استفاده از پرچم و نمادهای ضد انقلاب در ورزشگاه و اجبار صدا و سیما به سانسور و هدف اظهار توهم ما بیشماریم این پدیده جیمی جامپ رو خیلی مراقبت دارم میکنم خصوصا میگه که نیاز اونه تماشاگرهای اونجا هستن این جیمی جامپ های که میکنم بکنم در سطح زمین با شعار و نهار خاص داره جلب توجه و اتحاب و ورزشگاه ایجاد رویدادهای دردناک با توجه به تربیت مناطق قومیتی برای بهاشی یافتن شادی جام جهانی اعمال فشار رسانهای بر هنرمندان و خوانندگان همراه با تیم ملی داره عدم همکاری جمهوری اسلامی شناسایی افراد فعال ضد جمهوری اسلامی در جام جهانی را جلب هدایت و به کارگیری توسط گروهکها و سرویسهای جاسوسی در ایران
مثال این میشه آوردن بازداشتی های هسته‌ای که به خاطر یه اختلافی که وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه داشت اون قضیه لو رفت چون من برده بودم دامان رو نشون داده بودم تو بحثش بازداشت به ضرر کشوره به ضرر کشوره بعد یه پروسه‌ای که همه‌شون داشتن بی‌اعتبارسازی و بیانیه مشکل رسانه‌شون به همین حرفو بزنن یعنی اگلاس میگه همین حرفو بزنن نه جلسه که آفتار خورد برای این حالا بحث خیلی بی‌اعتبارسازی بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه بود یه صحبتی که همه کردن روی دهتا بازداشتی هم مخصوصا آقای رحمانیان روزنامه شهر بحثی که داشتن خیلی راحت گفتم بیاین زندگی اینا رو نگاه کنیم احتمال میدیم حتی ممکن هست